بنام خدا و سلام بر شما با مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 16 سنبله سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. انتقاد وزارت امور خارجه از آمریکا گشت زنی طیارههای آمریکا در فضای افغانستان نقض توافقنامه دوحه است. وقتی که خاک افغانستان به ضرر شما استعمال نمیشه، از همه تقاضا میکنیم که خاکشان هم به ضرر ما استعمال نشه. تاکید سازمان ملل بر مبارزه با آلودگی هوا در جهان. گوترش میگوید آلودگی هوا کشورهای فقیر را بیشتر آسیب میرساند. دست به کار شویم تا منابع آلودگی شناسایی و مهار شود. آلودگی هوا مرز نمیشناسد، لذا ملت ها باید با هم همکاری کنند. آغاز سال تعلیمی در ولایت کندهار. رئیس معرف این ولایت میگوید زمینه برای بازگشایی مکاتب دخترانه هم مساعد است. با خودداری آمریکا از بهره قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. وزارت امور خارجه کشور نقض حریم هوایی افغانستان از سوی آمریکا را خلاف قوانین بین المللی و توافقنامه دوحه می‌داند و از کشورها می‌خواهد تا اجازه ندهند که از خاک و حریم فضاییشان بر ضد افغانستان استفاده شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه می‌گوید در حال حاضر افغانستان با هیچ کشور مشکل ندارد و امارات اسلامی با دنیا تعامل رسمی دارد. آقای متقی تاکید دارد که سیاست خارجی افغانستان اقتصاد محور است و کابل تلاش می‌کند به نقطه وصل بازارهای اقتصادی آسیای جنوبی با آسیای مرکزی باشد. عبیدالله انوری گزارش می‌دهد. ادامه گشت‌زنی طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در فضای هوای افغانستان و واکنش رسمی وزارت امور خارجه کشور. سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید آمریکا حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و این کارش خلاف قوانین بین‌المللی و توافقنامه دوحه است. امیرخان متقی از امریکا می خواهد تا به توافقنامه دوحه پابند بماند و حریم هوایی افغانستان را دیگر نقض نکند. او همچنان از دیگر کشورها می خواهد تا اجازه ندهند از حریم هواییشان بر ضد افغانستان استفاده شود. ما با همه کشورها که در تماس هستیم با همه گفتیم و می گوییم که وقتی که خاک افغانستان به ضرر شما استعمال نمی شود، از همه تقاضا میکنیم که خاکشان هم به ضرر ما استعمال نشوه. تعامل رسمی امارت اسلامی با تمامی کشورهای جهان از دیگر نکات مهم نشست گزارشدهی از کارکرد سالانه وزارت امور خارجه است که به آن تاکید می شود. آقای متقی می گوید دولت کنونی افغانستان با هیچ کشور مشکل خاصی ندارد و همچنان از جهان می خواهد تا به عمل کرد و کارکردهای مثبت امارت اسلامی دقت نمایند. با گفته این مقام ارشد امارت اسلامی، تا کنون دنیا همچون تروریسم تعریف مشخص را برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان ندارد. یا ما چون که یک کشور هستیم که در آسیا هستیم، در غرب نیستیم، در شرق هستیم. در شرق کدام حکومت است که شما بگو که مثل پلان حکومت واری، حکومت اینمی کشور واری، شما هم جور کو. و ما بگو که کما که اقلا بفهمیم که چرا کم حکومت شما میخوای. باور بکو تا امروز به ما جواب نداده. نابودی داعش از دیگر دستاوردهای امارت اسلامی در این نشست بنداشته می شود. اینجا 50 کشورها و چند لک نیروی داخلی که بود داعش کنترل کرده نتانست، حتی مرکزها و ولسوالی ها دست داشته بود داشت. و امروز به تمام افغانستان به یک گز زمین ادعا کرده نمیتانه که او بگوی که زیر تسلط ما هست. در پیوند به حمله هوایی امریکا که گویا در آن ایمن و زواهری رهبر القاعده کشته شده است، همچنان به گفته آقای متقی در حد ادعاست و امریکا برای اثبات این ادعایش سند ارائه نکرده است. دکتر ایمن الزواهری پا اکل چکله د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی ده، تر اوسه پورې نه امریکا کوم ثبوت پیش کړی او نه د موږ د څېړنو نتیجې تر اوسه پورې اعلان شوي دي.
آقای متقی می گوید تمام بنادر کشور برای تجارت باز شدند و برای تاجران تسهیلات فراهم شده است. با گفته او، هیئت امارات اسلامی به کشورهای گوناگون منطقه برای گسترش روابط سفر کرده است. سرپرست وزارت خارجه با تاکید بر پالیسی اقتصاد محور سیاست خارجی کشور می گوید امارات اسلامی در نظر دارد تا افغانستان به مرکز وصل آسیای جنوبی به آسیای مرکزی تبدیل شود. دنیا تم دا خبر واضح کرده ده، سیبی و گواندوی هوادو تم دا خبر واضح کرده ده، چی دموک سیاست یا اقتصاد محور سیاست ده، اقتصاد محور پا دی مانا چی هم نورو تا قائل یو چی گتی ورکو او هم نورو نگتاو کو. اقتصاد محور پا دی مانا چی افغانستان دی آسیا زده ده، پسیمه کی یو بهترین موقعیت لری، مقوارو چی دی سیمی دی وصل او دی اقتصاد پا مرکز بانی افغانستان بدل سی. با گفته سرپرست وزارت خارجه در حال حاضر 13 سفارتخانه کشورهای مختلف در افغانستان باز و فعالیت دارند و همچنان 6 سفارتخانه افغانستان رسما از وزارت خارجه دستور میگیرند و دیگر سفارتخانه ها با وزارت خارجه در تماس هستند. سرپرست وزارت خارجه اطمینان می‌دهد که تدابیر ویژه برای حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک و کارکنان خارجی در افغانستان گرفته شده و هیچگاه اجازه نخواهند داد هیچ گروه امنیت اماکن دیپلماتیک و کارکنان خارجی در افغانستان را با خطر روبرو کند. با این حال شورای امنیت سازمان ملل از حاکمان جدید افغانستان می‌خواهد امنیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی را تضمین کند. اعضای این شورا ضمن محکوم کردن حمله به دیپلمات‌های روسیه در کابل فعالیت‌های تروریستی را از جدی‌ترین تهدیدها در برابر صلح و امنیت پایدار جامعه بین‌المللی توصیف کرد. خواست شورای امنیت سازمان ملل از کشورها به همکاری برای تامین امنیت اماکن دیپلماتیک و حفظ جان دیپلمات‌ها در افغانستان. اعضای شورای امنیت دو روز پس از حمله انتحاری در نزدیک سفارت روسیه در کابل که منجر به کشته شدن 6 تن به شمول 2 کارمند سفارت روسیه شد، هر گونه اقدام تروریستی را مجرمانه و غیر قابل توجیه خواندند و بر مبارزه مشترک برای جلوگیری از تکرار این حملات تاکید کردند. در اعلامیه مشترک که از سوی این شورا منتشر شده، از حاکمان جدید افغانستان نیز خواسته شده امنیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی را تضمین کند و نیز جامعه جهانی را به همکاری برای تامین امنیت بهتر اماکن دیپلماتیک و کارکنان سیاسی آن طلبیده است. اعضای شورای امنیت از همه طرف‌های زیرفت خواستند تا به امنی و امنیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و کارکنان کشورهای عضو سازمان ملل احترام بگذارند و امنیت این اماکن و جان دیپلمات‌ها را تضمین کنند. اعضای شورای امنیت همچنان بر لزوم پاسخگویی عاملان، سازماندهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی و محاکمه آنها تاکید کردند و از همه کشورها خواستند مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت به طور فعال با دولت جدید افغانستان در این زمینه همکاری کنند. کشورهای جهان به شمول امارات اسلامی در برابر تروریسم باید موقف و مبارزه مشترک داشته باشند. یعنی به تنهایی تأمین امنیت برای هر کشوری کار دشوار است. سرپرست وزارت خارجه اطمینان می‌دهد که تدابیر ویژه برای حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک و کارکنان خارجی در افغانستان گرفته شده و از این پس هیچگاه اجازه نخواهند داد هیچ گروه تروریستی امنیت اماکن دیپلماتیک و کارکنان خارجی در افغانستان را با خطر روبرو کند. پاینده کی با لدین هم زیاده توجه کیگی د افغانستان امنیتی ارګانونه د موضوع ته جدی متوجی دي او ټول سفارتو ته او د سفارتونو مربوطه هیوادو ته ډاډ ورکو چې د دې د سفارتونو او د دې د ډیپلوماټانو په کلک امنیت نیول کیږي او ان شاء الله بیا به داسې پیښی نه تکراریږي. شورای امنیت طبق کنوانسیون 1961 وین و کنوانسیون 1963 وین در مورد روابط کنسولی تاکید کردند تا تمام اقدامات لازم برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک انجام شود. اعضای شورای امنیت همچنان تاکید کردند که هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه، مکان و زمان مجرمانه و غیر قابل توجیه است.
سرمنشی عمومی سازمان ملل در روز جهانی هوای پاک از آلودگی هوا در سراسر جهان ابراز نگرانی می کند. آنتونیو گوترش گفته است 99% مردم دنیا را آلودگی هوا متاثر ساخته است و کشورهای فقیر دنیا بیشترین آسیب را از این رهگذر متحمل می شوند. افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که آسیب پذیر از آلودگی هوا است و سالانه بسیاری ها در اثر آلودگی هوا و امراض تنفسی جانهای خود را از دست می دهند. اداره محیط زیست تاکید دارد که آنان برای مبارزه با آلودگی هوا اقدامات را روی دست گرفتند. فرهناز فریبارز گزارش می‌دهد. 7 نوامبر برابر است به روز جهانی هوای پاک. آنتونی گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل در پیام از آلودگی هوا در سراسر دنیا ابراز نگرانی کرده و گفته است که آلودگی هوا 99% مردم دنیا را متاثر ساخته که از این راه گذر مردم فقیر در جهان بیشتر آسیب را متحمل می شوند. همچنان گوترش بر مبارزه جدی و کار مشترک کشورهای دنیا برای مدیریت این بحران تاکید می کند. آلودگی هوا یکی از مشکلات اساسی دیگری است که همه باید برای جلوگیری بیشتر آن دست به کار شویم تا منابع آلودگی شناسایی و مهار شود. آلودگی هوا مرز نمی شناسد، لذا ملت ها باید با هم همکاری کنند. این کار ما میلیون ها زندگی را هر سال در امان نگه می دارد. تغییر اقلیم مشکل دیگری است که انکشاف پایدار را متاثر می کند و نیازمند اقدامات مشترک همه ماست. آلودگی هوا قاتل مرموز محسوب می شود که خاموشانه باعث می شود بیشتر مردم در سراسر دنیا جان خود را از دست بدهند. در همین حال برخی از باشندگان کشور می گویند آلودگی هوا باعث امراض گوناگون می شود و این وضعیت در فصل سرما دوچندان می شود. که در حکومت پر دیاره بند زنگره پلان ولداری او دیدی خلق و مخنیوهی و که در واده کرتیات سخه مخنیوی وسیا او صاف اواس د ناروغي د کمتیا لامل کیږي. بسر خود وسالگی بټی د کورونو په منځ کې جوړ شوی دی، هغه کې رقم پر رقم سون تو کې سوځل کیږي. همدا لامل دی چې رقم پر رقم مرزونو سره مخ کیږي. فعالان محیط زیست خشکسالی پی هم سرازیر شدن سیلاب ها عدم برفباری ها در زمستان و زلزله را از عوامل آلودگی محیط زیست می دانند. اصلی این است که اقتصاد مردم ضعیف است و نمی تواند در زمستان به خاطر گرم کردن خانه های خود از مواد با کیفیت یا گاز یا تیل با قیمت مناسب به دست بیارد و در نهایت سبب میشه که آلودگی در شهر خصوصا در زمستان افزایش پیدا کند. مسئولان اداری محیط زیست کشور هم در آستانه زمستان بررسی ها را آغاز کردند تا منازل رهایشی، حمام ها و نانوایی هایی که در سال های گذشته سبب آلودگی می شدند در زمستان پیش رو نخواهند گذاشت تا اوها آلوده شود. تمامی شرایط فعالیت اونها بررسی میشه، نوعیت انرژی که اونها استفاده میکنن و محل استقرار از اونها، چرا که بعضی فعالیت ها در داخل شهر جواز ندارن. زمانی که اون فعالیت ها از اداره ملی حفاظت محیط زیست جواز میگیرن، برای اونها سایه مشخص تعریف میشه که در این ساحه میتونن فعالیت بکنن، در داخل شهر نمیتونن فعالیت بکنن. شهرولی کابل در ایام زمستان نظارت بسیار جدی بر تمام بلند منزل هایی دارن که از طریق زغال سنگ فعالیت میکنن. پارسال تمامی بلند منزل ها چک شد و همگیشان مکلف شدند که باید فیلتر تصفیه دود داشته باشند و در هنگام فعالیت فیلتر تصفیه دودشان چالان باشه که تعداد بیشتر از 1100 می رسید که فیلتر نصب کردند. این در حال است که آلودگی محیط زیست یکی از نگرانی های جوامی بشری محسوب می شود، تا جایی که کشورهای مختلف جهان همواره در تلاش این هستند که از آلودگی های محیط زیستی بکاهند. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. سرپرست وزارت صحت آمد در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به ایران سفر کرده است. هدف از این سفر تقویت همکاری های افغانستان ایران در سکتور صحت و معیاری سازی خدمات صحی در کشور گفته شده است. سوی هم نماینده ایران در امور افغانستان گفته است که در دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفتگوهای سازنده در راستای کنترل فلج اطفال، آموزش و همکاری های دو جانبه در زمینه های علمی و صحی میان دو کشور صورت گرفته است.
قلندرآباد، سرپرست وزارت صحت، در سفر خود به ایران با برخی مقام‌های سکتور صحت این کشور دیدار کرده است. آقای باد در ادامه این دیدارها بر تقویت همکاری‌های سازنده ایران در بخش سکتور صحت افغانستان تاکید کرده است. هدف از این سفر معیاری سازی خدمات صحی در کشور گفته شده. آقای باد در تویت همچنان گفته که در ادامه سفر او و سرپرست اداره ملی غذا و دوا در دومین نشست سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی به منظور بهبود کیفیت دواها، واکسین‌ها و محصولات صحی اشتراک کردند. مقام‌های ایرانی از ادامه همکاری‌ها برای بهتر شدن خدمات صحی در افغانستان همچنان اطمینان دادند. در این میان حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان هم در توییت از دیدار با سرپرست وزارت صحت افغانستان خبر داده و گفته گفتگوهای سازنده در راستای مدیریت بیماری فلج کودکان در افغانستان آموزش و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های علمی و بهداشتی میان دو کشور صورت گرفت. پس از سقوط دولت پیشین، بر بنیاد گزارش‌های رسمی نهادهای جهانی صحی، افغانستان با مشکلات جدی مالی روبرو شد. موردی که روی ارائه خدمات صحی تأثیر مستقیم گذاشته است، حالا انتظار می‌رود با تلاش‌های تازه روند ارائه خدمات صحی در کشور بهتر شود. سال تعلیمی در مناطق گرمسیر به خصوص ولایت کندهار آغاز شد. مسئولان در ریاست معرفه این ولایت میگویند که شرایط برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم فراهم شده و آنان هرگاه سوی رهبری امارت اسلامی دستور دریافت کنند میتوانند مکاتب را باز کنند. به گفته این مسئولان قرار است در سال جدید تعلیمی در این ولایت بیش از 20,000 متعلم جدید الشمول وارد مکاتب شوند. با گرم شدن هوا سال تعلیمی جدید در ولایت گرمسیر به شمول ولایت کندهار آغاز شده است. مقامات محلی این ولایت میگویند برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هیچ نوع مشکلاتی وجود ندارد و در صورت هدایت از مقامات امارت اسلامی آماده بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم هستند. مقام بخواهد خبیر فرد اجازه وسی او هدایت وسی چی ده الورد سنفو ده سوز و مکاتب دی ازاد سی هم خرج چون طواله ورتسته انشاءالله و تعالی که ده امنیت بودی هاز بی او که نور تعلیمی بهیری و انشاءالله غط امادگی ده معرف ریاست بودی. از سوی هم ریاست معارف کندهار تاکید دارد که پالیسی معارف افغانستان توسط خود افغانها ایجاد و اجرا می شود و در این قسمت به دستورات و خواسته های هیچ کسی دیگر گوش دادن نمی شود. مستقیم او بازاد و سمجه تعلیمی پالیسی فرموده در این موضوع را بزنجم سمجه تعلیمی پالیسی اگر آزاد ده اگر فرموده مش بخبل افغانان در افغانستان دوهان در افغانستان قابل ذکر است که امسال برای رفع کمبود کتب درسی مکاتب کندهار بیش از 1,000,000 جلد کتاب درسی برای صنوف مختلف از کابل به این ولایت انتقال داده شده است. نیروهای استخبارات ولایت ننگرهار میگویند که ده تن را به اتهام آدمربایی، سرقت‌های مصالحانه و جعل اسناد بازداشت کردند. رئیس استخبارات این ولایت تاکید دارد که آنان توانستند یک پسر نوجوان را که 6 ماه پیش را بوده شده بود آزاد کنند. خانواده این پسر از این که پسر نوجوانشان توسط نیروهای استخبارات از چنگ آدمربایان آزاد شده است خرسند هستند. رئیس استخبارات ولایت ننگرهار میگوید این افراد طی 20 روز از مناطق مختلف این ولایت به جرم های مختلف جنایی دستگیر شدند که این افراد سرگرم آدم ربایی، سرقت های مصالحانه و جعل اسناد بودند. این مقام استخبارات ننگرهار میگوید که برای تامین امنیت مردم از هیچ تلاش دریغ نمی کنند و به کسی اجازه نمی دهند تا امنیت فیزیکی و روانی مردم را برهم بزنند. استخبارات و مسئولین و منصوبین میخ دی او زیر دی خپل هواد والو دی صادر باره که خپل زیار و کوشش کویسه خپل هواد والو تا امن را وید. کسانی که بازداشت شده اند هم به جرمشان اعتراف میکنند. روز جلکانو سر رابطه نوله او ویدیو ورنا کوله او پا آخره که مرتبه چه مونگ تا پسی را که کنه مونگ دا ویدیو نشو
د ننګرهار اسلامي امارات مونږ ونیولو. یو تن امجد په نامه باندې د قصبی نه مونږ اختطاف کړی وو، پر خود ولسوالۍ ته موړی وو، هلته تقریبا څه کم میاشت ساتلی وو، او بیا د 15,000 امریکایي ډالر په مقابل کې مونږ ته غوښتنې بیا هم 13,300 ډالر واغست. با این حال ریاست استخبارات ننگرهار یک نوجوان را که 6 ماه پیش ربوده شده بود از چنگ ربایندگان آزاد ساخته است. خانواده این نوجوان از نیروهای استخباراتی ابراز قدردانی میکنند. سبان یوم شمر که زیخت آگر و ویورم و اول تا دیر وقت و سرام اول شپای رمان یوزی که بسار که ولیست ویورم و به امان نزبش کنجک اولم و خلم بایم ما تا ویب کورنی تا ویل چه پیسی را ولیگا اول نه اسلامی امارات مجاهدینو سره تماس کیو او پیسې مول ورکړې او داغه نه بس اسلامی امارات مجاهدینو اختطافګر ونیول. باشندگان ننګرهار اما میگویند که آنان نگران دزدی های مسلحانه و رویدادهای جنایی هستند و از نیروهای امنیتی میخواهند که جلو رویدادهای جنایی را بگیرند. سه زینو نغله رو وستلی دی چې موږ د زینو سره نږدې دي موږ ور باندې دا شک نو چې دلته به سه یو څوک وی چې دا کار به کړی وي. خوشاله یو چې امنیت نیول شوی دا ورورا دا دند سه نورم کوشش وکړي چې دا څنګه دا کې پوښې دا دغه ونه سه غلو ونه سي خلکو را موبایل نه تخته یو نور حساب کتاب حکومت باید دې غمو کی حکومت باید دې غمو کی دا به داونی سي اول لا حکومت دې ته سزا ور نه کی دا باید با گفته ریاست استخبارات ننگرهار نیروهای این ریاست توانسته جلو فعالیت های ضد امنیتی را بگیرند و میزان جرایم جنایی را نیز کاهش دهند. مسئولان قماندانی امنیتی ولایت بلخ میگویند در یک سال گذشته بیش از 600 نفر را به اتهام جرایم مختلف جنایی بازداشت کردند که دوسیه های آنان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده است. سخنگوی این نهاد میگوید که در تلاشی خانه به خانه نیز ده ها میل اسلحه سبک و سنگین را جمع آوری کردند. قسمتی که نیروهای امنیتی ما قماندانی امنی ولایت بلخ فعالیت داشتند در شهر مزار شریف، ما از اون منطقه با تعداد 40 میل اسلحه مختلف نما به دست آوردیم و 4 مراکز از مجرمینه که اونها از اونجا رهبری می شدن از بین بردیم. هر از ارگانش هست باید یک یونیفرم خاصی داشته باشد، یونیفرم مخصوص داشته باشد، در بعض از جاهای مکانهایی که دزمادزی می شود به نام امارت اسلامی می روند فروسال یونیفرم چی را یا از بیرقشان استفاده می کند، دزی می کند. خواستم از مسئولان ای است که راجع به امتحاری ها راجع به مسئول امتحاری می کنند زیاد تلاش کنند که جلو ازار بگیرند. ریاست عمومی استخبارات میگوید که نیروهای این ریاست در یک عملیات پیچیده سازمان دهندگان حملات بر دو مسجد در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز را بازداشت کردند. این ریاست با نشر خبرنامه میگوید که این دو در هنگام تحقیقات اعتراف کردند که آنان این حملات را سازماندهی کردند. اعلامیه میافزاید که از نزد این افراد مقدار اسلحه و مهمات و همچنان وسایل الکترونیکی به دست آمده است. با این حال ریاست عمومی استخبارات میگوید که در یک عملیات جداگانه دیگر دو تن که در شهرک حاجی نبی دست به ترور نیروهای امنیتی میزدند را نیز بازداشت کردند. در سر شهرک حاجی نبی سه تا مجاهدین به شهادت رساندیم که یکی ما بودم، یکی مهدی بود، دیگر بشیر بود، بهمن بود، امیر خان بود، دیگه علی گل بود. علی گل نام کس مسئول فیلم برداری بود. ما خودم که بودم علی احمد نام تا چوک شهرک بردم. از چوک شهرک اینا باز رفتن تا سر چک پوینت. باز در یک فرنر شخصی فرار کرد. دایش سر یازیشون دبد رحمان بو هست. به امام سه بوله سوالی که من زینی کارونه بودم. چی یو خانقه که من این بجارو کشیده من تده برانه ده عمر دیده خانه من تده دستور را گل شو. چند ماه قبل با دایشی یک جا شدیم در خانقا که بود بیکی که جاسوس شده از مواد منفجره بود ما و عبدالرحمن انتقال دادیم و اونجا بعدن باز خالد او را انفجار داده بود. ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر در نیمروز فعالیت کافی شاپ ها را در این ولایت ممنوع کرده است. کارمندان این ریاست همچنان مردم را به خواندن نماز در جماعت توصیه کردند و گفتند که بهتر از دکانداران همواره نمازهایشان را به جماعت ادا کنند.
در نشسته که مسئولان این اداره ترتیب دادن به مالکان سالن‌های عروسی نیز گفتند که از پخش موسیقی خودداری کنند. این اقدام ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر نیمروز با واکنش‌های باشندگان این ولایت روبرو شده است. ریاست امر و معروف و نهی از منکر نیمروز در این نشست توصیه‌های لازم را به مردم شهر زرنج ارائه کرده است. کارمندان این اداره گفتند که نباید بیشتر از این کافی‌شاپ‌ها در سطح شهر زرنج فعالیت داشته باشند. رئیس این اداره در نشست با دکانداران شهر زرنج تاکید می‌کند که 3 ماه پیش به همه کسانی که کافی‌شاپ دارند توصیه کرده است تا دنبال شغل دیگر باشند. دوی ته مدیر میشته مخکې خبره کړې ده چې تاسو په دا درو میاشتو کې خپل کافی شاپونه دوخانیات بند کړئ، نورې سودایې پکښې وکړئ چې دا جامعې کې څه اصلاحات راوستل شي، د خلکو اولادونه او د ځوان نسل خراب نه شي آینده، بس معتادان ځینې جوړ شي، بیا تر نیمو شو پورې اخر تر سهاره پورې هم بیا نه راځي. برخی باشندگان این ولایت اما نسبت به اقدامات اخیر اداره امر و معروف و نهی از منکر واکنش نشان دادند. آنها میگویند با مسدود ساختن کافی شاپ ها تمام سرمایه آنها از بین می رود و ده ها نفر نیز بیکار خواهند شد. بنده 20000 دلار بیشتر یا کمتر از هزینه کردم که می کافر ما درست کردم. دیگه سرمایه ما نداریم، ما می کافر که ما مصرف کردیم، هزینه که ما کردیم که حالا مثلا امارات اسلامی بگه مثلا بسته کنید، ما دیگه سر و سرمایه هم نداریم که ما بخوایم به خود دیگه کار شغل ایجاد کنیم. در این نشست همچنان کارمندان امر و معروف و نهی از منکر به دکانداران توصیه کردند تا نمازهای خود را به جماعت ادا کنند و از پخش موسیقی در تالارها جلوگیری نمایند. زمانی که نماز با جماعت خوانده بشود، دکاندار جلوی دکان خود پرده را نصب کند، پرده را بزند، یا یک شاگرد کوچکی بچه خود را به عنوان نگهبان در دکان خود بگذارد و خود نماز را با جماعت بخواند. مشتوس دفلار او دنیکس مسلمانانی مشتوس باید منزونه و کل منزونه پخواه مم کول پلار مم کول، نیکه مم کول، موږ یې هم کوو، اولادونه مو دې ته تشویق کړي دي. کم شی که څوک اجباري پر دې باندې نور راځي، خو هغه ته په اتمي حضوري باندې به موږ منکر سو. ما داخل هر تالار و شما مشاهده کرده باشون، یه امامی هم هست، مسجدی هم هست و 3 وقتی که اون 2 وقتی که اونجا هست جماعت صورت میگیره. انشالله که شما از این شهر هستید اینم تایید میکنید اگر ما خلاف میگیم. مسئله پخش موسیقی در تالارهای عروسی از ماها پیش در تمام ولایت‌های کشور منع شده بود، اما حالا در نیمروز کارمندان اداره امر و معروف و نهی از منکر وارد اقدام عملی شدند. ادامه خبرها پس از وقفه. حال هم خبرهای اقتصادی. افزایش پولهای کهنه و مندرز در بازارهای کشور مشکلات جدید را برای شهروندان به بار آورده است. شمار از شهروندان کشور میگویند که پول افغانی در بازارها چنان کهنه شده که این پولها از چلش باز مانده و با آن خرید و فروش نمی شود و از چاپ پول جدید هم خبر نیست. شمار از صرافان میگویند که در صورت چاپ نشدن پول جدید شهروندان کشور با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. افزایش پول‌های مندرس و کهنه در بازارهای کشور، مشکلات تازه فراراه شهروندان. سرای شهزاده که یکی از بزرگترین مرکز مبادلات پولی کشور است، این روزها اما بیشترین پولی که در آن دست به دست می‌شود، پول‌های مندرس و کهنه است و نگرانی‌ها از بهره افزایش پول‌های مندرس و حتی ناچل در این مرکز بیشتر شده است. که واقعا فرسوده شده، پول خراب شده، که مردم در جنجال هستیم. ما از دولت امارات اسلامی تقاضا میکنیم در قسمت چاپ پولای تازه، تبدیل از این بانک‌ها، بانک هم بری پیسه بگیری، پیسه کهنه برات میده، چی از ماش باشه، پیسه ماش باشه، چی پیسه که سر در بانک باشه، میری پیسه مندرس برات میده. این پیسه است که در بازار قابل چلش نیست. اتحادیه صرافان میگویند که با گذشت هر روز پول افغانی مندرس و کهنه می شود و ارزشش را نیز از دست می دهد. به گفته صرافان، پول تاریخ مصرف مشخص دارد که پس از 5 سال از چلش در بازارها باز می ماند، اما در بازارهای کنونی 10 سال می شود که پول دست به دست می شود. عبدالد افغانستان بانک وظیفه ده، ده افغانستان بانک ده پولی سیاست ده وظیفه ده که په خپل کرنسی هویت هم په نظر کې ونیسي او د خپلو خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي. واقعا زموږ پیسې یو څه زړې دي او ستونزې مشتری سره هم لرو او په بازار کې هم لرو او خپله د صرافانو په منځ کې هم لرو او د بانکونو سره هم لرو،
زکه بنګونو ته چې مونږ یې بعضی پیسې ډېرې را ګرځوي را په واپس کوي. په ټولو اثاري مارکیټونو کې مندرس لوټونه یا زاړه لوټونه یا چې د استفادې وړ نه دي دغسې نوټونه بیخي زیات شوي دي، او دا یوه غټه ستونزه ده چې زموږ او د مشتریانو تر مابین، زموږ او د بانکونو تر مابین، زموږ او د خپلو صرافانو تر مابین باندې را ایجاد شوې ده. هر یو بنډل لوټ چې موږ مشتري ته ورکوو تقریبا نیمه برخه یا درېیمه برخه یې بیرته راته جلا کړي چې دا په بازار کې زما څخه څوک نه اخلي. بانکونه هم بیا متاسفانه دا لوټونه نه اخلي، د خصوصي بانکونه خصوصا، اما بانکونه مشتریانو ته دا پیسې ورکوي. دا یو ستونزه ده، دغه ستونزه حل پکار دی. آگاهان اقتصادی میگویند که بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول افغانی باید از هر راه ممکن اقدام به چاپ پول جدید کند تا بیشتر از این پول مندرس در بازارها دوران نکند. پواخیرو که دی جمهوری نظام، پواخیرو که دی افغانستان نوی پیسې چاپ شوی چې 3 میلیارد افغانستان ته نوی رسیدلی، او دی نظام دی سقوط سره سم دغه یو لو ستونزه راپورته شو چې لاسرسی ورته مشکل او ګران کارو. دا پیسې 3 میلیارد افغانۍ چې اوس هم په پولند کې دی، ویل کېږي داسې چې د افغانستان بانک ته به همدغه پیسې چاپ شوي پیسې 3 میلیارد وسپارل شي. که چیرې دا وسپارل شي په موقتي ډول باندې، په تاکتیکي ډول باندې به یو څه ستونزې راکمې کړي. پیشتر بانک مرکزی گفته است که با برخی کشورها برای چاپ پول جدید گفتگوها را آغاز کردند، اما با باور آگاهان با توجه به تحریم هایی که بر بانک مرکزی کشور وجود دارد، پرسش این است که آیا افغانستان می تواند در آینده نزدیک پول جدید چاپ کند یا خیر؟ گذشته زمان پاسخ می دهد. وقفه کوتاه. ادامه خبرها. کار یک بند آبگردان در ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز شروع شد. به گفته مسئولان طول این بند 110 متر به هزینه 9 میلیون افغانی از سوی برنامه‌های انکشافی سازمان ملل متحد با همکاری کمیته سویدن برای افغانستان ساخته می شود که 20 هزار نفر به گونه مستقیم بهره‌مند و 5 هزار جریب زمین را آبیاری خواهد کرد. باشندگان محل و مسئولان ولسوالی علی‌آباد از این اقدام سازمان ملل ابراز خوشبینی می کنند و خواهان توجه بیشتر این سازمان برای تطبیق پروژه های عامل منفعه هستند. از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خبرها در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار.